دولت روسیه روز جمعه از توقف 10 ساعته حملات هواپیماهای جنگنده این کشور به مواضع شورشیان در شهر حلب خبر داد تا فرصتی برای خروج غیر نظامیان فراهم شود. اما اتوبوس‌هایی که برای انتقال غیر نظامیان تدارک دیده شده بودند تا ساعات پایانی این آتش‌بس یک طرفه همچنان خالی ماندند. زنی از ساکنان حلب میگوید امیدوارم برادرانمان در شرق حلب در امنیت و آرامش این مناطق را ترک کنند. آرزو میکنم صلح دوباره نه تنها به حلب بلکه به تمام سوریه بازگردد. این آتش‌بس نه به ترغیب ساکنان برای ترک مناطق جنگی کمک کرد و نه به تشویق شورشیان به تسلیم شدن. سخنگوی سازمان ملل نیز اعلام کرد نمیتواند از این فرصت برای ارسال کمک به مناطق تحت محاصره بهره ببرد، زیرا تضمین‌های امنیتی کافی در این باره داده نشده است.